بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمتتون. بنده قیاسفند هستم، دانشجوی دکترای مکانیک. در این مجموعه آموزشی با شبیه سازی عددی فرایند جوشکاری اصطکاکی اختشاشی یا همون فریکشن استیبلدینگ در خدمتتون هست. برای اینکه ما بتونیم مطالب و مباحثی که در این مجموعه آموزشی ارائه میشه رو به صورت مناسبتر و بهینه‌تری خدمتتون ارائه بدیم، مباحث رو دسته‌بندی کردیم. اول آشنایی با فرایند جوشکاری اصطکاکی اختشاشی هستش که به صورت تیتوار به اتصال در قطعات مهندسی، طبقه بندی اتصالات، جوشکاری، جوشکاری اصطکاکی اختشاشی، عوامل مؤثر بر فرایند، اهمیت شبیه سازی فرایند FSW، روش های مختلف شبیه سازی فرایند پرداخته خواهد شد. اتصالات در قطعات مهندسی. همونطور که مستحضر هستید، سازهای سنتی عموماً به طور یکپارچه مدل و تولید می‌شدن. دلیل اصلیش هم این بود که طراحان و تولید کنندگان در گذشته هدف اصلیشون رو می‌ذاشتن در مینیمم کردن زمان تولید و هزینه تمام شده محصول. هرچند این هدف مزایای خاص خودش رو داشت، اما معایبی هم در کنار اون به وجود می‌اومد. از جمله معایب اون و میتونیم بگیم که بزرگترین عیب اون این بود که اگر بخشی از قطعه دچار مشکل میشد و یا تحت بارگذاری خراب میشد، باید کل اون محصول و کل سازه تعویض میشد که این خودش باعث شد که هزینه سرسام‌آوری روی دست مصرف کننده بمونه. به همین دلیل سازه‌های نوین متشکل از تعداد زیادی قطعات مجزا هستند که این قطعات میان جدا جدا و به صورت مجزا تولید میشن و به واسطه تکنیک‌های اتصال مختلفی که وجود داره به همدیگه متصل میشن، و اگر در حین بارگذاری یا در حین مصرف بخشی از این سازه کلی دچار مشکل بشه، با تعویض همون قطعه دوباره سازه اون کارکرد اصلی خودش رو پیدا خواهد کرد و مشکل اون رفع میشه. انتخاب تکنیک اتصال کاملا وابسته به هندسه، جنس و کاربرد قطعات مورد اتصال داره. ما فرضمون بر اینه که همه سازه ها با توجه به اینکه سازه های جدید از تعداد زیاد قطعه تشکیل میشن، باید برای اتصال این قطعات تکنیک اتصال مناسبی رو پیدا کرد. انتخاب این تکنیک اتصال کاملا وابسته به هندسه اون دو قطعه که قرار به هم دیگه متصل شن، جنس و کاربرد اون قطعات داره. بالفرض مثال اگر قرار باشه دو قطعه در یک بال هواپیما به هم دیگه متصل شن، باید از یک تکنیک اتصال استفاده کرد که درصد و ضریب اطمینان بسیار بالایی داشته باشه، چون این اتصال اگر دچار مشکل بشه حوادث و مشکلات ناگواری رو در پی خواهد داشت که ما سالانه هم می‌بینیم که حوادث ناگواری به دلیل عدم استفاده و پیاده سازی صحیح اتصال روی میده. طبقه بندی اتصال. اگر بخوایم یک تقسیم بندی بر اساس چرخه عمر داشته باشیم، میتونیم اتصالات رو به سه دسته کلی، اتصالات دائم، اتصالات نیمه موقت و اتصالات موقت دسته بندی کنیم. اتصالات دائم اتصالاتی هستند که اگر ما بخوایم اون دو قطعه‌ای که به هم دیگه متصل شدن رو از هم جدا کنیم، هم دو قطعه آسیب ببینن هم اون عامل اتصال. اتصالات نیمه موقت اتصالاتی هستند که اگر بخوایم دو قطعه رو از هم دیگه جدا کنیم، اون دو قطعه به شکل اولیه خودشون برگردن، اما اون عامل اتصال بالفرض مثال اون جوش، اون لعین یا هر ماده‌ای که باعث اتصال اون دو قطعه شده، اون دیگه قابل استفاده نیست و اون از بین خواهد رفت. اتصالات موقت اتصالاتی هستند که هم میتونیم ما دو قطعه رو از هم دیگه جدا کنیم بدون اینکه آسیبی توشون به وجود بیاد، و هم میتونیم اون عامل اتصال رو به راحتی جدا کنیم و اون هم دوباره قابل استفاده هست. مثل پیچ و مهره که ما هم به واسطه پیچ و مهره اگر دو قطعه رو به هم دیگه متصل کنیم، پس از جدا سازی هم دو قطعه به شکل اولیه خودشون باقی خواهند موند و همون پیچ و مهره مجددا قابل استفاده. میتونیم یک تقسیم بندی هم بر اساس بنیان علمی داشته باشیم که اتصالات در سه دسته اتصالات مکانیکی، اتصالات متالورژیکی و اتصالات شیمیایی دسته بندی میشن. جوشکاری. جوشکاری همون ولدینگ یکی از روش‌های تولیده که هدف اصلی اون اتصال دائمی قطعات به یکدیگر، به گونه ای که اتصالی به خواصی مشابه با خواص ماده پایه فراهم بشه. هدف اصلی جوشکاری اینه که دو قطعه رو به همدیگه متصل کنه به طوری که خواص اون اتصال به شکلی باشه در نهایت که مشابه خواص مکانیکی دو قطعه پایه یا اون دو قطعه بیس باشه. انواع جوشکاری. ما میتونیم جوشکاری رو در دو دسته کلی، جوشکاری ذوبی و جوشکاری غیر ذوبی طبقه بندی کنیم. جوشکاری ذوبی همونطور که از اسمش هم مشخصه، به واسطه ذوب ماده اون دو قطعه‌ای که قراره به هم دیگه متصل شن اتصال شکل میگیره. اما در جوشکاری های غیر ذوبی هرچند دما بسیار بالا میره، اما ذوبی در اون دو ماده به وجود نمیاد، یا اگر هم ذوب به وجود بیاد، ذوب کاملا به صورت محلی و تأثیر به سزای اون اتصال نهایی نداره. هندسه اتصال جوش. هندسه‌های مختلفی هست که میتونیم ما
برای جوش یا اتصال قطعات استفاده کنیم، انسای باد، کورنر، لب، تی جوینت یا اد جوینت. اگر بخوایم مزایای جوشکاری رو خدمتتون ارائه بدیم، میتونیم به اتصال دائم بودن اون اشاره کنیم، میزان استحکام جوش در برابر بارهای استاتیکی در حد استحکام قطعه کار و گاهی نیز بیشتر از استحکام قطعه کاره، سبکی وزن سازی تولیدی، عدم محدودیت ضخامت قطعه کار، عدم محدودیت در طراحی اتصالات و محاسبات، کوتاه بودن زمان تولید در مقایسه با دیگر روش‌های اتصال. اگر بخوایم چند تا از معایب اونم خدمتتون اشاره کنیم، میتونیم باز به اتصال دائم بودن اون اشاره کنیم، امکان بروز عیوب مختلف در پروژه‌های حساس، نیاز به بازرسی بعد از جوش هست، تغییر خواص مکانیکی در اطراف محل جوش یا همون ناحیه HZ، برد شدن ساختار جوش، کاهش استحکام خستگی، بروز تنش‌های پسمان و ایجاد اعوجاج در قطعه اشاره کنیم. همونطور که خدمتتون عرض کردیم، جوشکاری در دو دسته ذوبی و غیر ذوبی طبقه بندی میشد که دسته دوم دسته غیر ذوبی و اصطلاحا اتصال حالت جامد هم میگن. در این اتصالات هیچ گونه ذوبی صورت نمیپذیره و عموما قطعه کار مد نظر و ابزار مورد استفاده به دمای ذوب نخواهند رسید. بر اساس تغییر شکل‌های بزرگ و جابجایی‌های پلاستیک بزرگی که تو قطعه ایجاد میشه و انتشار اتم‌ها این اتصال شکل میگیره. عامل اصلی ایجاد اتصال فشار بالاتر از حد تسلیم و تغییر شکل بزرگ پلاستیکه. بر اساس روش به وجود آورنده فشار به دسته‌های مختلفی تقسیم بندی میشه، مثل جوشکاری استکاکی یا جوشکاری انفجاری. جوشکاری استکاکی اختشاشی یا همون فریکشن استیر ولدینگ، این روش که روش نسبتا نوینی هم محسوب میشه، توسط وین توماس در مؤسسه TWI در سال 1991 در انگلستان ابداع شد. اساس کار این فرایند بدین صورته که دو قطعه که قرار به هم دیگه متصل شن در یک ناحیه فیکس میشن و یک ابزار دوار با یک سرعت زاویه‌ای مشخص وارد شکاف اون دو قطعه خواهد شد. تماس این ابزار و اون دو قطعه باعث میشه که استکاک بسیار بزرگی به وجود بیاد و دما در اون ناحیه به شدت افزایش پیدا کنه. با افزایش پیدا کردن دما، تنش تسلیم دو قطعه کاهش پیدا میکنه و جریان پلاستیکی حول ابزار به وجود میاد. این جریان پلاستیک در نهایت موجب میشه که اون دو قطعه تو همدیگه مخلوط بشن و این اختلاط جریان پلاستیک دو قطعه سبب اتصال نهایی خواهد شد. استکاک بین ابزار و تغییر شکل پلاستیک باعث ایجاد اتصال میشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، عامل اصلی افزایش دما استکاک بین ابزاره و تغییر شکل پلاستیک هم باعث ایجاد اتصال میشه. مراحل فرایند، این فرایند رو ما میتونیم تو 5 مرحله در حالت کلی طبقه بندی کنیم، ولی اصولا اون رو در 3 مرحله دسته بندی میکنند. مرحله اول که مرحله فروروی و اسکان نام داره، مربوط به مرحله ای میشه که ابزار دوار ما وارد شکاف دو قطعه میشه که قرار به هم دیگه متصل شن. اگر جنس اون دو قطعه سخت باشه، معمولا ابزار به مدت چند ثانیه پس از نفوذ کامل ثابت باقی میمونه تا دما به حد مجاز و اون حدی که مورد نیاز هست برسه و بعد از اون مرحله دوم که مرحله حرکت انتقالی یا همون جوشکاری هست شروع بشه و ابزار در راستای شکاف شروع به حرکت انتقالی میکنه و با حرکت انتقالی خودش باعث میشه که جریان پلاستیکی حول پین به وجود بیاد که این جریان پلاستیک متشکل از ماده دو قطعه هست باعث اتصال نهایی خواهد شد. و مرحله سوم مرحله خروج هست که پس از اینکه ابزار کل مسیر شکاف دو قطعه رو طی کرد، در پایان از دو قطعه خارج میشه. بخش‌های مختلف ابزار و قطعه کار. ما اگر بخوایم فرایند جوشکاری استکاکی رو به صورت دقیق‌تر بررسی کنیم، باید بخش‌های مختلف ابزارمون و قطعه‌کارمون رو بشناسیم. چون جوشکاری استکاکی اختشاشی ماهیتی کاملا نامتقارن داره و بخش‌های مختلف اون شرایط ویژه و توزیع دما و شرایط تنش کرنش مخصوص خودشون خواهد داشت. این یک بخش از ابزارمون هست که باعث میشه که جریان پلاستیک حول ابزار به وجود بیاد و این جریان پلاستیک که از دو قطعه تشکیل میشه با همدیگه اختلاط پیدا کنن و در نهایت اون اتصالی که قرار شکل بگیرن رو شکل بده. شانه ابزار. به قسمت فوقانی ابزار که در تماس با سطح فوقانی قطعه کار هست شانه ابزار میگن. وظیفش ایجاد حرارت کافی برای گرم شدن قطعه کار هستش و باعث میشه که تنش تسلیم قطعه به شدت کاهش پیدا کنه و جریان پلاستیک به سهولت اتفاق بیفته. سمت پیش رو، همونطور که خدمتتون عرض کردم، با توجه به اینکه ابزار ما هم سرعت دورانی داره و هم سرعت پیشروی، در سمتی که جهت سرعت دورانی و سرعت پیشروی همسوه، اون سمت رو بهش میگن سمت پیش رو و سمتی که جهت سرعت پیشروی و سرعت دورانی عکس هم دیگه است بهش میگن بخش پس رو.
این دو ناحیه با توجه به اینکه شرایط توزیع حرارت و شرایط جریان پلاستیکی کاملا متفاوتی رو دارن، از لحاظ کیفیت جوش نهایی هم با همدیگه اختلاف قابل توجهی خواهند داشت. خط راهنما به بخش پیشانی و جلوی ابزار خط اصولا خط راهنما میگن و خط دنباله به بخش پشتی ابزار که از اون ناحیه عبور کرده اطلاق میشه. عوامل مؤثر بر فرایند. برای اینکه ما یک شناخت کامل و جامع‌تری از فرایند جوشکاری استکاکی اغتشاشی داشته باشیم، باید عوامل مؤثر بر این فرایند رو به خوبی بشناسیم و تأثیر هر عامل رو بدونیم. اصولاً عوامل مؤثر بر این فرایند رو در دو دسته کلی پارامترهای فرایند و هندسه اتصال طبقه بندی میکنه. پارامترهای فرایند اهم از سرعت دورانی ابزار، سرعت خطی ابزار، زاویه کجی ابزار، عمق نفوذ ابزار و پارامترهای از این دست هستند. هندسه اتصال هم میتونه حالت اتصال روی هم، اتصالات لب به لب و یا اتصالات دو طرفه باشه که با تغییر هر کدوم از این پارامترها و یا تغییر هر کدوم از این هندسه اتصالات کاملا فرایند سمت سوی خاصی خواهد گرفت و کیفیت اون اتصالی که به وجود میاد به شدت دستخوش تغییر میشه. لزوم و اهمیت شبیه سازی عددی فرایند FSW. قبل از اینکه ما اصلا شیوه های شبیه سازی این فرایند رو خدمتتون آموزش بدیم، بهتره اینکه راجع به لزوم و اهمیت فرا گرفتن این شیوه ها با هم دیگه صحبت کنیم. همونطور که ما میدونیم فرایند جوشکاری استکاکی اغتشاشی یک فرایندیه که حاوی پارامترها و عوامل مؤثر بسیار زیادی است. پارامترهای بسیار زیادی هستند که بر کیفیت نهایی قطعه ما تاثیرگذار خواهند بود. که من خدمتتون قبلا عرض کردم که این پارامترها در دو دسته کلی پارامترهای فرایند و هندسه ابزار اتصال تقسیم بندی میشن. بالفرض مثال اگر ما بخوایم هندسه ابزار رو فقط خدمتتون عرض کنیم، میتونیم به قطر شانه، شکل شانه، قطر پین، شکل هندسی پین، عمق نفوذ شانه در ابزار اشاره کنیم که با تغییر هر کدوم از این پارامترها یه تغییر خیلی بزرگ تو کیفیت نهایی جوشمون به وجود میاد. یا خود پارامترهای فرایند با تغییر سرعت دورانی، سرعت ابزار، زاویه کجی ابزار، زمان اسکان و هر کدوم از اینها یک تغییر خیلی بزرگ به وجود خواهد اومد. به خاطر اینکه ما بتونیم این تغییرات رو درک کنیم و تاثیر این پارامترها رو بر فرایندمون شناسایی کنیم، بهترین کار اینه که ما بیان شبیه سازی عددی این فرایند رو فرا بگیریم و با استفاده از شبیه سازی عددی این فرایند بیایم به صورت همه جانبه این پارامترهایی که بر این فرایند تاثیر گذارن رو بررسی کنیم و هر کدوم از این عوامل رو به صورت مناسبی شناسایی کنیم. مشکل بعدی هزینه بر بودن تست‌های تجربی. اگر ما از شبیه سازی عددی استفاده نکنیم، مجبوریم برای بررسی تجربی به آزمایشگاه مراجعه کنیم که خود مراجعه به آزمایشگاه بسیار هزینه بره. ما باید نمونه ها رو خریداری کنیم، ابزار رو بسازیم، ابزار رو سخت کاری کنیم، بعد از اینکه نمونه ها جوش خوردن نمونه های تست رو تهیه کنیم، اون نمونه ها رو تست کنیم و نتایج رو بعد از اون بیایم تفسیر کنیم، که خود این یک پروسه بسیار طولانی میشه و بسیار هم هزینه بر میشه. عامل دیگه که اهمیت شبیه سازی عددی فرایند رو به ما بیشتر نمایان میکنه، عدم وجود یک مدل تحلیلی کارآمده. در بسیاری از فرایندهای مکانیکی یا فرایندهای شکلی یا خود جوشکاری، مدل‌های تحلیلی خوبی وجود دارن که ما میتونیم بعضی از پارامترامون رو به واسطه اون مدل تحلیلی بررسی کنیم. اما تو جوشکاری استکاکی اغتشاشی به دلیل تعداد زیاد پارامترهای مؤثر و نسبی بودن شرایط این پارامترها تو جنس‌های مختلف مواد، ما نمیتونیم از یک مدل تحلیلی مشخص استفاده کنیم و بگیم که این مدل تحلیلی با جنس‌های مختلف برای همه ابزارها با شکل‌ها و جنس‌های مختلف جوابگو باشه. به خاطر همین بهترین روش شبیه‌سازی عددی است که ما میتونیم با اون هم تأثیر جنس و هم تأثیر هندسه رو به راحتی برای ابزار و قطعه‌کارمون بررسی کنیم. عامل دیگه همونم بررسی وسیع و همه جانبه است. ما اگر بخوایم از تست‌های تجربی استفاده کنیم، الفرض مثال ما فقط بیم یک تست کشش انجام بدیم، ما نهایتاً میتونیم درصد نرمی نمونمون، UTS، تنش نهایی، تنش تسلیم نمونه مورد بررسی قرار بدیم و پارامترهای دیگه مثل توزیع دما، توزیع حرارت، جریان پلاستیک و پارامترهای از این دست رو نمیتونیم یه بررسی مناسبی ازش داشته باشیم با یک تست کشش ساده. و مجبوریم برای اینکه اینا هم بررسی کنیم یه سری تست‌های دیگه انجام بدیم. اما با شبیه سازی عددی ما میتونیم تو یک مرحله همه این مواردی که خدمتتون عرض کردم رو پوشش بدیم.
یعنی اینکه ما میتونیم بیایم از یک سری مدلای جانبی استفاده کنیم، بیایم تنش تسلیم، UTS، اندازه دانه ها، نحوه توزیع حرارت، نحوه توزیع جریان پلاستیک در قطعه رو به طور کامل شناسایی کنیم، و یا اگر بتونیم شبیه سازیمون رو به طور پیشرفته تری انجام بدیم، حتی میتونیم عیوب فرایند رو هم شناسایی کنیم و پیش بینی کنیم که فرایند در چه شرایطی دارای عیوبی میشه که کیفیت قطعه و کیفیت اتصال به شدت کاهش پیدا میکنه. روش های مختلفی برای شبیه سازی فرایند هست که قبل از اینکه ما این روش ها رو خدمتتون عرض کنیم، بهتره که راجع به انواع المان هایی که ممکنه ما استفاده کنیم در کارمون صحبت کنیم. المان هایی که ما میتونیم برای شبیه سازی عددی فرایند FSW استفاده کنیم شامل المان های لاگرانجی میشن. این المان ها موقعی که تحت بار قرار میگیرن یا اصطلاحا بارگذاری میشن، نوت ها و گره هاشون در برابر اون بارگذاری که متحمل شدن شروع به جابجایی میکنه. با جابجایی این نوت ها، هر نوت باعث میشه که نود نزدیک به اون هم بار بهش انتقال پیدا کنه و اون هم شروع به جابجا شدن کنه، و ما میبینیم که این باری که وارد شده باعث شده که این گره ها و این المان هایی که نزدیک به محل بارگذاری بودن به صورت بیشتری دفورمیشن و تغییر شکل رو متحمل بشن، و هرچی از این ناحیه دورتر میشیم المان ها تقریبا تغییر شکلشون خیلی کمتره و میتونیم بگیم که تغییر شکلی متحمل نشده. اگر از این المان ها ما توی فرایند شبیه سازی عددی جوشکاری اصطکاکی فشارچی استفاده کنیم، با توجه به این که فرایند FSW فرایندی است که توش جابجایی های پلاستیک بسیار بزرگی وجود داره، ممکنه که آنالیزمون مسقوط باقی بمونه و با ارور مواجه بشه. هرچند راهکارهایی هم وجود داره که ما بتونیم از المان های لاگرانجی استفاده کنیم و شبیه سازی عددی فرایند جوشکاری اصطکاکی فشارچی رو انجام بدیم. روش بعدی استفاده از المان‌های اویلری هست. المان‌های اویلری المان‌هایی هستند که برخلاف المان‌های لاگرانجی نوت‌ها حرکتی نخواهند داشت در برابر بار اعمالی، بلکه این ماده درون المانه که تحت بارگذاری شروع به حرکت می‌کنه و از المانی به المان دیگه منتقل میشه. این المان‌ها زمانی استفاده میشن که فرایندی که ما داریم مدل سازی میکنیم جابجایی‌های پلاستیک بسیار بزرگی توش وجود داشته باشه، مثل فرایندهای شکته‌ای فلزاد یا همین فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، و میتونیم به راحتی به واسطه این المان‌ها جریان مواد رو پیش بینی کنیم و اون رو به طور صحیح مدل سازی کنیم. روش دیگه روش SPH هست که اصطلاحاً بهشون ذرات دینامیکی هموار هم میگن، که تو این روش میایم المان ها رو تبدیل به یک ذراتی میکنیم و پس از اینکه این المان ها تبدیل به ذره شدن، اونها رو بارگذاری میکنیم و این ذرات با توجه به اینکه قید و بست خیلی پیچیده ای ندارن، به راحتی میتونن در برابر این بارگذاری که بهشون اعمال شده حرکت داشته باشن و جابجایی داشته باشن، که معمولا برای شبیه سازی گازها و مایعات از این المان ها استفاده میشه. برای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی هم میتونیم از این استفاده کنیم که در این مجموعه آموزشی متاسفانه ما این قسمت رو پوشش نمیدیم، به دلیل اینکه این دو روش، یعنی روش لاگرانجی و اویلری، نسبت به روش SPH دارای اولویت ها و مزایای بیشتری هستند. روش پایانی که میتونیم با اون شبیه سازی فرایند رو انجام بدیم روش کوپل اویلر لاگرانجی است. در این روش هم از المان های لاگرانجی استفاده خواهد شد، هم از المان های اویلر، یعنی بخشی از اون مدلی که داره شبیه سازی میشه به صورت المان های لاگرانجی مدل میشن و بخشی که متحمل جریان پلاستیک خیلی بزرگی هست با المان های اویلری مدل میشن. با این تفاصیل ما میتونیم به راحتی هم از مزیت های المان های لاگرانجی بهره ببریم، هم از مزایای المان های اویلری. در مجموعه آموزشی حاضر ما از دو روش مختلف برای شبیه سازی عددی فرایند FSW استفاده میکنیم. در فصل دوم با استفاده از کد نویسی شعار حرارتی میایم و توزیع حرارت در قطعه رو پیدا میکنیم، و با استفاده از اون توزیع حرارت میایم و تحلیل تنش کرنش میکنیم سازمان، که این یه روشی است که دارای مزایا و معایب مخصوص به خودشه. برای اینکه ما بتونیم این روش رو پیاده سازی کنیم، از سابروتینی به اسم سابروتین دیفلاکس باید استفاده کنیم، که به واسطه این سابروتین ما میتونیم یک فلاکس حرارتی که معرف میزان حرارت ورودی به قطعه هست رو بیایم به قطعه اعمال کنیم، که این فلاکس حرارتی و این شعار حرارتی تابعی از موقعیت مکانی و زمانی ابزارمون هست. نکته‌ای که در این روش وجود داره اینه که ما از آنالیز غیر مستقیم استفاده می‌کنیم، یعنی میایم در مرحله اول دما رو به واسطه همون سابروتینی که گفتم و به واسطه یک
شبیه سازی و یک مرحله ترمال به دست میاریم. پس از اینکه توزیع دما رو برای کل قطعه در طول فرایند یعنی در مرحله جوشکاری و خنک‌کاری به دست آوردیم، این توزیع دمای حاصل شده رو به صورت یک شرایط ورودی به یک آنالیز دیگه وارد میکنیم که اون آنالیز آنالیز تنش و کرنش قطعمون هست و به واسطه اون آنالیز ما میتونیم تنش های پسمان، تنش تسلیم، کرنش های پلاستیک، جریان پلاستیک و پارامترهای از این دست توی قطعه کار و اتصال نهاییمون مشاهده کنیم. خب برای اینکه ما بتونیم یک شعار حرارتی متناسب با حرارت تولید شده در فرایند به قطعه کار اعمال کنیم، باید از یک مدل حرارتی استفاده کنیم که معمولاً بهترین مدل حرارتی که وجود داره و اکثرا از اون استفاده میکنم مدل حرارتی شیمیت و هاتل هست که مدل مرجعی هست در این زمین. هرچند این مدل هم معایب مخصوص خودشو داره ولی نسبت به بقیه مدل ها باز هم بهتره. از مزایای روش کدنویسی شعار حرارتی میتونیم به زمان کوتاهتر آنالیز اشاره کنیم. با توجه به اینکه ما میایم از آنالیز غیر مستقیم استفاده میکنیم، توزیع دمامون رو ما میتونیم در یک زمان معقول و کوتاه به دست بیاریم و بعد این توزیع دما رو بیایم به عنوان شرایط ورودی به استپ بعدیمون معرفی کنیم و تحلیل سازه‌ای رو انجام بدیم. این روش نسبت به روش دیگه که خدمتتون عرض خواهم کرد به شدت زمان کوتاهتری داره و باعث میشه که ما در یک زمان کوتاه و منطقی به اون چیزی که میخوایم برسیم. نکته ای که وجود داره اینه که در این روش ما ابزار رو مدل نخواهیم کرد، چون ما از سابروتین استفاده میکنیم و میایم اون حرارتی که قرار ابزار به واسطه استکاک و جریان پلاستیک ایجاد کنه به واسطه اون سابروتین به قطعه کار اعمال میکنیم. به همین دلیل ابزار رو اصلا مدل نخواهیم کرد، هرچند میتونیم ابزار رو در استپ مکانیکی مدل کنیم و نیروی وارده از اونو به صورت واقعی به قطعه کار اعمال کنیم، هرچند که زیاد این روش مرسوم نیست. نکته دیگه که راجع به این روش میتونیم خدمتتون عرض کنیم این هست که ما در این روش نمیتونیم به صورت مناسب و واقعی جریان پلاستیک حول ابزار رو مدل کنیم، به دلیل اینکه ما در مرحله اول میایم و ابزارمون رو حذف میکنیم و با واسطه کدنویسی و سابروتین نویسی حرارت رو به قطعه کار اعمال میکنیم. همین کدنویسی و سابروتین نویسی باعث میشه که توزیع دما به وجود بیاد، اما حرکت ابزار و استکاک ابزار با قطعه به وجود نخواهد آمد و به خاطر همین عدم وجود حرکت و جریان مواد درون قطعه کار ما جریان پلاستیکی رو به صورت واقعی در مدلمون در آنالیز و استپ مکانیکالمون مشاهده نمی کنیم. هرچند کرنش های پلاستیک رو میتونیم به دست بیاریم، اما جریان پلاستیک رو نمیتونیم مشاهده کنیم. نکته دیگه که وجود داره با توجه به اینکه ما جریان پلاستیک رو نمیتونیم ببینیم و نمیتونیم پیش بینیش کنیم، به همین دلیل ما نمیتونیم عیوب فرایند رو هم با این روش پیش بینی کنیم و بتونیم مثلا وویت ها و اون حفره هایی که به وجود میان رو شناسایی کنیم و از اون عیوب جلوگیری کنیم. روش دیگه و نسبتا نوینی که برای شبیه سازی عددی فرایند جوشکاری استکاکی اغتشاشی وجود داره روش CEL یا کوپل اویلر لاگرانجی هست. همونطور که خدمتتون عرض کردم تو این روش ترکیبی از المانهای اویلری و المانهای لاگرانجی استفاده خواهند شد، بدین صورت که ابزار ما که جابجایی های بسیار کوچکی رو تحمل میکنه و بارگذاری عموما به صورت الاستیک هست واسش، به صورت لاگرانجی مدل خواهد شد و قطعه کارمون که جابجایی های پلاستیک بسیار بزرگی رو تحمل خواهد کرد در طول فرایند و جریان پلاستیک در اون جریان پیدا خواهد کرد به صورت المانهای اویلری مدل خواهد شد. نکته جالبی که راجع به این روش وجود داره این است که ما دیگه لازم نیست از دو استپ متوالی ترمال و مکانیکال استفاده کنیم و میتونیم با یک استپ کوپل مستقیم ترمال مکانیکال بیایم و آنالیز رو به صورت واقعی انجام بدیم. ابزار هم همونطور که خدمتتون عرض کردم در این روش مدل خواهد شد و با استفاده از المانهای لاگرانجی ما ابزارمون رو مدل میکنیم. بعد از اینکه ابزارمون مدل شه همونطور که خدمتتون عرض کردم ما میتونیم پیش بینی صحیحی از جریان پلاستیک مواد داشته باشیم، چون این ابزار هست که جریان پلاستیک رو ایجاد میکنه و وقتی که ابزار مدل شده باشه به راحتی جریان پلاستیک هم واسه ما قابل حصول هست. یکی از قابلیت‌های ویژه روش CEL امکان بررسی تأثیر هندسه ابزار بر فرایند است که همونطور هم که مستظر هستید این مبحث یکی از مباحث داغ در زمینه پژوهش در فرایند FSW هست. قابلیت ویژه روش CEL امکان پیشبینی عیوب فرایند در طول فرایند جوشکاری استکاک اغتشاشی است. یعنی اینکه ما میتونیم با مدل سازی ابزارمون جریان پلاستیک رو به وجود بیاریم و جریان پلاستیک رو پیش بینی کنیم و به واسطه بررسی جریان پلاستیک به وجود اومده ما میتونیم عیوبی که امکان داره در فرایند ایجاد بشن رو شناسایی کنیم. هرچند مزایای بسیار ویژه‌ای از روش
سیر رو خدمتتون عرض کردم. اما استفاده از این روش یک عیب بسیار بزرگ هم داره. اون عیب هم اینه که زمان آنالیز و زمان ران مسئله بسیار طولانی خواهد بود. شما حتی اگر بخواید یک خطه با طول 200 میلیمتر یا حتی 150 میلیمتر رو به واسطه جوشکاری استکاکی اغتشاشی شبیه سازی کنید، ممکنه آنالیز و ران مسئله با یک سیستم معمولی بین 2 تا 3 روز طول بکشه که این زمان اصلا زمان منطقی و مناسبی برای شبیه سازی عدد یک فرایند نیست. در پایان لازمه که یک خلاصه ای از فصلی که پشت سر گذاشتیم و خدمتتون عرض کنم. ما در این فصل اومدیم در ابتدا راجع به جوشکاری استکاکی اغتشاشی صحبت کردیم و پس از اون اومدیم راجع به پارامترهای فرایند و پارامترهای تاثیرگذار بر اتصال و کیفیت قطعه نهایی در فرایند جوشکاری استکاکی اغتشاشی خدمتتون مطالبی رو عرض کردیم. پس از اون راجع به اهمیت شبیه سازی عددی فرایند صحبت کردیم و در پایان هم راجع به روش های مختلف شبیه سازی فرایند صحبت کردیم و گفتیم که در این مجموعه آموزشی از 2 روش کدنویسی اشار حرارتی و روش CEL برای شبیه سازی عددی این فرایند استفاده میشه. سلام مجدد عرض میکنم خدمتتون. با فصل دوم در خدمتتون هستیم با شبیه سازی عددی فرایند جوشکاری استکاکی اغتشاشی با استفاده از تکنیک کدنویسی. خب در این فصل ما در ابتدا میایم معرفی روابط مورد استفاده در کدنویسی اشار حرارتی رو خدمتتون ارائه میدیم، بعد طراحی قطعات و خواص مواد رو داریم، بعد مونتاژ و تعریف گام حل مسئله، در گام چهارم با اندرکنش و مشبندی مسئله در خدمتتون خواهیم بود و در پایان کدنویسی اشار حرارتی با سابروتین دیفلاکس رو خدمتتون آموزش میدیم و ران مسئله و حل مسئله رو خواهیم داشت و در پایان هم به بررسی نتایج خواهیم پرداخت. روابطی که ما استفاده می کنیم تو این شبیه سازی از مدل مرجع شیمیته که این مدل تقریبا بیس همه مدل هایی است که تا حالا در زمینه جوشکاری استکاکی اغتشاشی توسعه داده شده. ما میایم از این مدل استفاده می کنیم و اشار حرارتی رو به 2 بخش تقسیم می کنیم. یک بخش رو مرتبط می کنیم با حرارتی که شانه ابزار به وجود آورده و بخش دیگر رو حرارتی که پین ابزار به وجود آورده. برای این کار هم ما میایم منابع حرارتی مختلف تو فرایند رو دسته‌بندی می‌کنیم. ما می‌دونیم که وقتی ابزار وارد قطعه کارمون میشه، 4 قسمت مختلف برای تولید حرارت به وجود میان که این 4 قسمت مختلف دلیل تولید حرارتشون همون استکاکیه که با قطعه کار دارن. بخش اول بخش کف پینه که ما اون رو با حرارت Q1 می‌شناسیم. بخش دوم بخش دیوارهای پین و حاشیه‌های پینه که ما اون رو Q2 نامگذاری می‌کنیم که این 2 قسمت هر دو به وسیله پین به وجود میاد. بخش بعدی که این بخش اعظم حرارت به وجود میاره بخش شانه ابزاره که این 2 ناحیه وقتی در تماس با قطعه کار قرار میگیرن که معمولا تو فرایند جوشکاری استکاکی اغتشاشی نفوذ نداریم، یعنی ما نمیبینیم که ابزارمون داخل قطعه کار نفوذی داشته باشه و فرو بره. معمولا فرایند تا زمانی اتفاق میفته که این سطح شانه بیاد و با این سطح فوقانی قطعه کار تماس برقرار کنه که بخش اعظم حرارت هم همین قسمت به وجود میاره. اگر نفوذ داشته باشیم یه منبع حرارتی دیگه داریم که این ناحیه‌ای میشه که داخل قطعه کارمون فرو میره که اونم میتونیم Q4 نامگذاری کنیم، ولی ما تو این آموزش و تو این مجموعه آموزشی فقط همین 3 بخش رو، یعنی Q1 کف پین، دیواره های پین و Q3 حرارتی که شانه ابزار ایجاد میکنه رو بررسی میکنیم و روابط این 3 بخش رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. برای اینکه ما بتونیم شار مرتبط با این حرارت ها رو اعمال کنیم، میایم از 2 شار سطحی و حجمی استفاده میکنیم. یعنی 1 شار میایم به سطح فوقانی قطعه کار اعمال میکنیم که اون شار معرف حرارتی هست که شانه ابزار ایجاد میکنه و 1 شار میایم به کل حجم قطعه کار اعمال میکنیم که اون شار معرف و نماینده حرارتیه که پین ایجاد میکنه، یعنی منابع حرارتی Q1 و Q2. خب ما میریم و مدلی که قرار استفاده کنیم و خدمتتون الان نمایش میدیم. ما از این مقاله استفاده میکنیم که این مقاله هم خودش از همون مدل بیس و مرجع شیمیت استفاده کرده. میبینیم که این مقاله فقط شبیه سازی عددی بر اساس کدنویسی تو دستور کارش قرار داده. این روابطی بوده که استخراج کرده و رفرنس داده البته به همون مدل مرجع شیمیت. اومده و گفته که حرارتی که شانه ابزار ایجاد میکنه از این رابطه قابل به دست آوردنه و حرارتی که پین ابزار ایجاد میکنه که مجموع حرارت پروفیل پین و کف پینه از این رابطه قابل به دست آوردن هست و
و اومد یه نکته دیگه هم که گفته که ما باید بهش توجه کنیم. پس از اینکه شما اومدید این دوتا حرارت رو حساب کردید، یعنی این و اینو حساب کردید، میبایست این دوتا رو بیایم اولی رو تقسیم به سطح شانه ابزار کنیم و به آباکوس معرفی کنیم و مقدار دومی رو تقسیم بر حجم پین کنیم، این قسمت تقسیم بر حجم پین کنیم تا بتونیم فلاکس حرارتیمون رو به دست بیاریم، که این حرارتی که ما داریم اینجا به دست میاریم بر حسب ژوله، ما باید اون رو تقسیم بر سطح شانه ابزار کنیم برای فلاکس حرارتی سطحیمون و تقسیم بر حجم پین ابزارمون کنیم برای فلاکس حرارتی حجممون. پس از مشخص شدن روابطی که قصد استفاده ازشون داریم، حالا میایم به طراحی قطعات میپردازیم و خواص مواد. ابعاد قطعه‌ای که ما تو این روش استفاده می‌کنیم برابر با طول 150 میلی‌متر، عرض 100 میلی‌متر، نقطه شروع 20 میلی‌متر از لبه ابزار فاصله داره و نقطه پایان هم همینطور. ضخامت قطعه‌مون هم برابر با 5 میلی‌متره. نکته‌ای که همین الان باید خدمتتون عرض کنم اینه که ما ابزار رو به صورت هندسی مدل نخواهیم کرد، ولی ابعاد اون رو برای پیدا کردن حرارت تولیدی و اون روابط شار حرارتی احتیاج داریم. به خاطر همین ابعاد رو الان خدمتتون عرض می‌کنم. ما ابزار رو به صورت یک ابزار ساده در نظر گرفتیم با شعاع قطر شانه برابر با 20 میلیمتر و قطر پین 6 میلیمتری. ارتفاع پین هم برابر با 4.7 میلیمتر در نظر گرفتیم که حالا تو مرحله کد نویسی اینا رو باز خدمتتون عرض خواهم کرد. نکته ای که مجدد باید خدمتتون عرض کنم اینه که کل طول در نظر گرفته نخواهد شد و مجموعاً 110 میلیمتر ما فرآیند FSW رو پیاده سازی خواهیم کرد. ماده ای هم که استفاده می کنیم از آلیاژ 6061 آلومینیومی خواهد بود که ما میایم خواص حرارتی برای گام حرارتی و خواص مکانیکی برای گام مکانیکی و